هازارد جراحی شد. خامس مادریدی میماند اما نه ریالی. حذف کننده های ریال بارسا فاینالیست جام حذفی اسپانیا شدند. سلام به کانال همگام با ورزش، خوش آمدید. مادرید تایید کرد که هازارد جراحی مچ پا را تمام کرده و تحت مراقبت قرار دارد و در همین حال رسانه های اسپانیا مدعیند خامس رودریگز ستاره کلمبیای ریال مادرید قصد ترک این تیم در تابستان را دارد و تیم فوتبال اتلتیک بیلبائو با شکست گرانادا در دو بازی رفت و برگشت حریف سوسیداد در فاینال رقابت های جام حذفی اسپانیا شد. ریال مادرید تایید کرد که ایدن هازارد با موفقیت تحت عمل جراحی در دالاس قرار گرفته و در فیبول پای راست خود دچار شکستگی شده بود. این عملیات توسط خدمات پزشکی ریال مادرید نظارت شد. هازارد اکنون تحت مراقبت باقی خواهد ماند تا زمانی که همه این موضوع را در مورد روند توانبخشی وی مشخص کند. هازارد در جدال با لوانتا دچار شکستگی مچ پا شد. طبق گزارش قبلی آیس پیش بینی شده وی میتواند 2 تا 3 ماه از میادین دور باشد. خامس رودریگز ستاره کلمبیایی ریال مادرید قصد دارد در تابستان از جمع کهکشانی ها جدا شود و به تیم دیگر شهر مادرید بپیوندد. برنامه گل تلویزیون اسپانیا مدعی شد این بازیکن به هیچ عنوان از وضعیتی که در ریال مادرید دارد راضی نیست و میخواهد در تابستان این تیم را به مقصد اتلتیکو مادرید ترک کند. قرارداد خامس سال 2021 با ریال تمام می شود و مدیران ریال نیز میخواهند با فروش ارزان او به تیم دیگر مادرید از وی درآمد کسب کنند، زیرا وی میتواند سال بعد به عنوان بازیکن آزاد این تیم را ترک کند. خامس در رقابت های این فصل خیلی در اندیشه های تاکتیکی زیدان جایی نداشته و تنها در 7 مسابقه برای تیمش به میدان رفته است. دیدار برگشت مرحله نیمه نهایی رقابت های جام حذفی باشگاه های اسپانیا شب گذشته میان گرانادا و بیلبائو برگزار شد که در نهایت این مسابقه با نتیجه 2-1 به سود گرانادا به پایان رسید. اما در نهایت با توجه به پیروزی 1-0 بیلبائو در بازی رفت و گل زده در خانه حریف، این تیم جواز حضور در دیدار پایانی را کسب کرد. با این ترتیب فاینال این فصل جام حذفی اسپانیا برای اولین بار در حال برگزار می شود که 2 گل فوتبال اسپانیا یعنی ریال بارسا حضور ندارد و هر دو تیمی که در مرحله گذشته این رقابت ها موفق به حذف شاگردان سیتین و زیدان شده بودند حالا در فاینال حضور دارند تا قهرمان این فصل جام حذفی اسپانیا را مشخص کنند. تشکر از همراهیتان. تا گزارش بعدی سبز و شاد بمانید. الان نگهدار.